سلام دوستان، امروز می خواهیم در مورد خودخواهی گپ بزنم. البته شاید بارها و بکرات شنیده باشین از مردم و از جامعه، از خانواده ها که آدمی نباید خودخواه باشه، انسان نباید خودخواه باشه. خودخواهی ظلم است، خودخواهی بد است، خودخواهی زشت است، خودخواهی انسان نباید خودخواهی کنه چون کبر است و این است و آن است. و دیگرا ما اول باید دیگرا را بخوایم، بعد خود را بخوایم. اول باید به دیگرا بپردازیم، به دیگرا رسیدگی کنیم، بعد به خود بیایم و به نیازها و به خواستهای خود بیایم. و ما باید اول جامعه را، مردم را و بعد خود را در نظر بگیریم. و خودخواهی زشت است، بد است و اصلا نباید ما در زندگی خودخواه باشیم. هیچ کس نباید خودخواه باشه. شما بارهایی رو شنیدین حتما. من میخوام امروز اشاره کنم که این خوب نیست. من میخوام اینو بگویم که گاهی اوقات و در کل بگویم که خودخواهی خوب است. یعنی اجازه بدین بگویم که بین خودخواه باشیم. بین به خود برسیم. بین به خود ارزش بدیم. بین خود را اولویت کنیم. بین اول به خود فکر بکنیم. چطور امکان داره آدمی خودخواه نباشه؟ شما چطور میتونید به مردم بگویید که خودخواه نباشین؟ انسان هر حرکتش، هر قدمش به خاطر خودش است. هر قدمی را که برمیداره، هر حرفی را که به زبان میاره به خاطر خودش میاره. خودش برش مهم است، خودش برش ارزش است و خودش اهمیت میده. و به خاطری که چرا باید خودخواه باشیم دلیل دارم. البته یک نکته اشاره کنم که ما یکی خودخواهی داریم که بسیار سالم است و انسان سالم برای خود میخواهد. اما یکی خودشیفتگی داریم، یکی خودغرضی داریم، یکی خودمحوری داریم که از نظر روانشناسی سالم نیست. آدمی که خودشیفته است، شیفته که میشه باز سلامتی مبرایه. و اینجاست که من میخواهم اشاره کنم و یادآور شم که ما منظور ما از خودشیفتگی، خودمحوری و خودغرضی و همه چیز را بر خود خواستن و دیگران حقش خوردن منظور ما نیست. و من تصور میکنم که مردم هم وقتی از خودخواهی بد میبرن، خودخواهی را زشت و نادرست میپندارن، دقیقا منظورشان اینجاست که ما نباید حقوق دیگران را بخوریم، ما نباید بر حقوق و گلوی دیگران پا بگذاریم و دست بگذاریم. به این خاطر چند دلیل دارم. اول میخوام اشاره کنم که دوستان، ما باید خودخواه باشیم و دلیلش ایست که اولویت خود ما هستیم. انسان باید در زندگیش برای خودش اولویت بده، برای خودش ارزش بده. من معمولا در زندگی خانوادگی یک سلسله پیشنهاد میکنم برای عزیزان و این معمولا تانسته، البته جایش اینجا زیاد نخواد بود ولی کوتاه میخوام اشاره کنم. من همیشه برای اونایی که زندگی زناشواری شکل داده همیشه بهشان پیشنهاد کردیم که کوشش کنین یک سلسله را در زندگی مراعات کنین. مثلا اول برای خود ارزش بدین، بعد به همسر خود ارزش بدین، بعد به اولادای خود ارزش بدین، بعد به پدر و مادر خود ارزش بدین، بعد به خواهر و مادر خود، خواهر و برادر خود ارزش بدین، بعد به کاکا و ماما و امتر برین، بالاخره به کل دنیا ارزش بدین و کل دنیا را دوست داشته باشین و به می شکل به می سلسله پیش برین. بعضی‌ها میگن که خب درست نیست استاد، ما باید به والدین خود اول ارزش بدیم یا چی کنیم و چنان کنیم. که باز اینجا پیشنهاد ما این بود که معمولا ما اول خوب است از والدین خود خواهش کنیم که اونا در بین خودشان رابطشان خوب باشه، ما به واسه که بیم به پدرها و مادرای خود، به پدر خود بپردازیم یا به مادر خود بپردازیم، خوب است اول از خود آغاز کنیم، بعد به همسر، بعد به اولادا. ما اگر خود دوست داشته باشیم میتونیم باز والدین خود دوست داشته باشیم. ما اگر خود دوست داشته باشیم میتونیم انسان دیگری دوست داشته باشیم. ما اگر خود دوست داشته باشیم میتونیم اولاد خود دوست داشته باشیم. ما چطور ادعا میکنیم که دیگران را دوست داریم وقتی که خود دوست نداشته باشیم؟ پس خوب است هر کس در زندگیش اول برای خودش، بعد به همسرش، بعد به اولادش، بعد هم طور سلسله را ادامه بده. البته اگر سوالی پیدا شد دوستا یا موردی بود حتما با ما شریکش کنین که من میخوام توضیح بدم بازی رو، چون جایش اینجا نیست و ما فضا و وقت ما به برنامه کوتاست و فقط روی خودخواهی است. فقط من قدر میگم که اولویت خود ما هستیم. ما اولویت هستیم. دلیل دومی که ما اگر میگیم که مردم مهم است، ما هم مهم هستیم.
مردم ارزش داره، خب ما هم ارزش داریم. مردم درست است، خوب است، برایشان باید کمک شاه، خدمت شاه خوب است، با ما هم کمک شاه. ما هم از جمع این مردم هستیم، خب ما هم کدام گناهی نکردیم، کدام جرم نکردیم. اول باید ما خود را اهمیت بدیم، مهم بپنداریم، بعد بریم و پیشنهاد کنیم. سومین دلیلی که میخوایم پیشنهاد کنیم دوستا و متوجه شدیم گاهی اوقات یک تعداد به حد قربانی میتونه، به حد شخصیت قربانی داره که همه چیز خود را، اوقات خود را، پول خود را، زندگی خود را، جان خود را، روح خود را، خواب خود را، شب خود را، روز خود را، کار خود را، همه چیز قربانی دیگر را میکنه و این بیماری است. سالم نیست فردی که شخصیت تمام قربانی داشته باشه و هر لحظه هر از گاهی به مردم فکر بکنه، مردم را جدی بگیره، مردم را ارزش بده و خود را به اصطلاح خاک و خاشاک کنه. این درست نیست و از نظر روانشناسی سالم نیست. بسیاری از افراد و اشخاص شخصیت قربانی داره، همه چیز فراموش کرده، همه چیز کنار گذاشته، بر مردم خدمت میکنه، خود را، زندگی خود را، غذای خود را، خواب خود را، راحتی خود را، آرامش خود را، خوشی خود را کنار گذاشته، آمده به مردم خوشی، آرامش و راحتی و سهولت و اینان میده و ما میگیم که تو سالم نیستی عزیزم، تو باید درمان شوی به این وضعیت و به این حالت که داری. چهارمین دلیلی که میخوایم اشاره کنم، به خود که نرسی، به خود که کمک نکنی، به خود که نتانستی، به خود که نشدی، به دیگرها چی خواهد شدی؟ توی که به خود نتانستی زندگی بسازی، به دیگرها چی زندگی خواهد ساختی؟ توی که خود آرام نتانستی بسازی، تو دیگرها رو چی آرام خواهد ساختی؟ توی که به خود خوشی ندادی، تو به دیگرها چی خوشی خواهد دادی؟ چطور ادامه کنی؟ چطور مدعی میشی که من یک انسان هستم که خودخواه نیستم؟ من میخوام اشاره کنم که تو نتانستی، تو موفق نیستی. تو وقت موفق خواهد بودی، تو وقت عالی خواهد بودی، تو وقت عالی خواهد درخشیدی که اول به نیاز خودت، اول به خواسته های خودت، به تمایلات خودت، بعد به تمایلات دیگرها برسی. اینجا است که تو واقعا یک انسان بزرگ میشی که بعد از اینکه به نیازت رسیدی، به نیازهای دیگران هم برسی و درک کنی و همدلی کنی. اینجا است که تو میشی یک انسان بزرگ، بسیار بزرگ، بسیار عالی. پنجمین دلیلی که میخوام اشاره کنم، اهمیت ندادن به خود سلامتی نیست. یعنی اگر ما میگیم که نه، خود ما مهم نیستیم، ما ارزش نداریم، ما قیمت نداریم، ما مهم نیستیم، ما نباید به خود برسیم، ما نباید به خود فکر کنیم و نباید خود را در نظر بگیریم، اینجاست که باز میشه گفت که میشه شما سلامت نداشته باشید. ششمین دلیلی که میخوایم اشاره کنم، اونایی که به خود اهمیت نمیده، اونایی که خودشان برشان اولویت نیست، اونایی که خودشان را ارزش نمیده، خلاصه اونایی که خودخواه نیست، خود تحقیر کننده است، خود تمسخر کننده است، خود سرزنش کننده است، خود کوبنده است. اونا میان خود را میکوبن، خود را میزنن، خود را میکوبن و خود به خود آسیب میرسانن. و ای درست است؟ شما خود میزنین؟ ای که شما خود تحقیر میکنین؟ شمایی که به دیگران میرسین، اول ببینید، اجازه بکنین، خدا اجازه بدین، خدا کنه ناراحت نشین دوستا. ببینین افغان ها یک فرهنگ دارن، یک و میبالن هم سرش همیشه. مثلا او فرهنگ مهمان نوازی است. شما ببینین خوبترین اتاق برای مهمان است، خوبترین توشک، خوبترین مبل برای مهمان است، خوبترین پرده برای مهمان است، خوبترین غذا برای مهمان است، خوبترین برخورد و خوبترین تعارف برای مهمان است. برعکس، توشک خراب، اتاق خراب، غذای پس خورده برای زن و اولادش است. غذای پس خورده برای خودش است. ای با تمام افتخاری که از آن ماست، به عنوان یک افغان، کجایش خوب است؟ کجایش صحیح است؟ کجایش درست است عزیزا؟ کجایش منطقی است؟ کجایش ربط میگیره به سلامتی فرد که شما خوبترین چیزها را برای دیگران میخواین؟ چطور میتونین مدعی شوین؟ شما خود سرزنش میکنین، شما به خود توهین میکنین. غذای خوب به دیگر کس میتین، غذای بد به خود. پس خورده را شما میخورین، استخوانا را شما میخورین. شما متوجه هستین چی میکنین؟ کمی فکر کنین سرش. خدا کنه که ناراحت نشین، من در آغاز اینو خواهش کردم. هفتمین دلیلی که میخوایم اشاره کنم و یادآور شم، ندامت است دوستان. من بارها متوجه شدم، اعضای زیاد را متوجه شدم که آمدن و به آنچه به دیگرا کردن، به آنچه به دیگرا کردن، به آنچه به دیگرا پرداختن و خود را وقف کردن، فراموش کردن، به بکرات ندامت کردن و به کلکلی خود زدن که استاد چرا اینقدر به حدش لطف کردم، به حقش لطف کردم،
چرا خود را فراموش کرده بودم؟ چرا خود را از یاد برده بودم؟ و در کلک بی خود میزنه که استاد چرا؟ من پس میخوایم اشاره کنم که یکی از دلایلی که ما باید خود را هم در نظر داشته باشیم ای است که ندامت داره، پشیمانی داره، ما اذیت میشیم زمانی که ما میایم کل هست و بود خود همه چیز خود نثار و وقف دیگران میکنیم و دیگران باز در روی ما میزنه، در چشم ما میزنه و با پشت به خنجر ما میزنه، ما آسیب میبینیم، ما ناراحت میشیم، ما خفه میشیم، ما خسته میشیم و ما پشیمان میشیم، ما ندامت میکنیم و اینجاست که اینی وضعیت یعنی اینی فضا به سلامتی ما و به آرامش ما آسیب میزنه، ما را اذیت میکنه، ما را ناراحت میکنه. هشتمین موردی که میخوایم اشاره کنم، ما انسان ها، ما افراد و اشخاصی که خودخواه نیستیم یا به خودخواهی خود ارزش نمیدیم یا خود در نظر نمیگیریم، این مورد و این وضعیت معمولا وقتی توسط روانکاوان به بررسی گرفته میشه میگن که این وضعیت و این حالت یک نوع حالت و وضعیت است که افراد و اشخاص عزت نفس پایین داره یا سلف استیم پایین داره یا اعتماد به نفس پایین داره یا سلف کانفیدنس پایین داره، یعنی او افراد و اشخاصی که با این وضعیت دوچار هستند و همیشه برای دیگران را میخواهند، اینا خوب است پیش از اینکه دیگران را بخواهند خوب است برن و عزت نفس خود را بالا ببرن، بعد از این با کانفیدنس زندگی کنند، با اعتماد به نفس زندگی کنند و غم این حالت و وضعیت خود را بخورن به وضعی که بیان و خودخواهی را سرکوب کنه و آسیب بزن. و در کنارش من تصور میکنم، البته باور خود نیست، که زمانی که ما برای دیگران میپردازیم، زمانی که همه چیز خود را دیگران میسازیم و خود را فراموش میکنیم، اجازه بده بگویم که ما خود آزاری میکنیم، ما خودکشی میکنیم. وقتی که شما خودخواهی نکنین خودآزاری میکنین دیگه. خب وقتی خودخواهی نشد خودآزاری میشه یا خود فراموشی میشه یا خود اچنگاری میشه یا خود را ارزش ندادن میشه. زمانی که شما میاین و به طور یک وضعیت و در طور یک حالت قرار میگیرین، اینی وضعیت را و اینی حالت را ما خودآزاری میگیم و این قطعا بر انسان سالم نیست، خودآزاری خوب نیست. و در آخر در نتیجه میخوایم پیشنهاد کنم که دوستا نه خاک پای کس شوین و نه و نه هم کس را غلام بسازین، نه اینقدر شیرین شوین که مردم شما را قرد کنه و نه هم اینقدر تلخ شوین که مردم شما را بیرون بندازن. طور باشین، به حد باشین، به اندازه باشین که مردم شما را نگه داره، که نه برشان سختی کنین نه تندی، نه فرار کنه از شما و نه هم در کنارتان بسوزه. شما طور باشین، شکل باشین، به اندازه باشین، به وضعیت باشین که مردم شما را دوست داشته باشد و یک وضعیت و حالت نرمال و سمیره با شما داشته باشد. تشکر شما، زنده باشین، خوش باشین، خود را ارزش بدین. ممنون.